با غزلی زیبا از زنده یاد حسین منزوی آغاز می کنم. از زمزمه دلتنگیم، از همهمه بیزاریم، نه طاقت خاموشی نه میل سخنداریم. آوار پریشانیست رو سوی چه بگریزیم، هنگامه حیرانیست خود را به که بسپاریم. تشویش هزار آیا وسواس هزار اما، کوریم و نمی بینیم ورنه همه بیماریم. دوران شکوه باغ از خاطرمان رفته است، امروز که صف در صف خشکیده و بیباریم. دردا که هدر دادیم آن ذات گرامی را، تیغیم و نمی بریم، ابریم و نمی باریم. ما خویش ندانستیم بیداری من از خواب، گفتند که بیدارید، گفتیم که بیداریم. من راه تو را بسته، تو راه مرا بسته، امید رهایی نیست وقتی همه دیواری. ادیب الممالک فراهانی از بزرگان دوره بیداری است که عهد مشروطیت را درک کرد. نامش محمد صادق امیری بود، فرزند حاج میرزا حسین. به سال 1277 هجری قمری در روستایی از توابع عراق چشم به جهان گشود. 15 سال بیش نداشت که مرگ پدر نظم خانواده را به هم زد و او به خاطر فشار طلبکاران و تعدیهای شاهزاده عبدالحمید میرزا ناصرالدوله حکمران و رئیس قشون عراق پیاده به تهران آمد. چندی بعد به شاهزاده طهماسب میرزا مؤیدالدوله راه یافت و با حسن علی خان امیر نظام گرروسی وزیر فواید عامه آشنا شد. به نام او تخلصش را از پروانه به امیری بدل کرد و با او به کرمانشاه رفت. سالی چند همراهش بود و در 1313 هجری قمری به تهران بازگشت. یک سال بعد مظفرالدین شاه به او لقب ادیب الممالک بخشید و امیر نظام را به پیشکاری آذربایجان منصوب کرد. ادیب الممالک نیز همراه امیر نظام به تبریز رفت و نایب رئیس مدرسه لقمانیه تبریز شد. 2 سال بعد به قفقاز و خوارزم رفت، از آنجا به مشهد و پس از چندی راه تهران پیش گرفت. در سالهای 1321 و 1322 نویسنده مهم و درجه اول روزنامه ایران سلطانی بود. در 1323 هجری قمری به باکو رفت و با روزنامه ارشاد ترکی همکاری کرد و ورقه زمیمه آن را به فارسی انتشار داد. در 1324 هجری قمری به هنگام گشایش مجلس شورای ملی در تهران بود و سردبیری روزنامه مجلس را که میرزا محمد صادق طباطبایی تأسیس کرده بود به عهده داشت. 3 سال بعد در میان مجاهدان مسلح فاتح وارد تهران شد و به خدمت عدلیه آن روز درآمد. روزنامه نویسی شاعر بود، پس نوشت و سرود تا در 58 سالگی مرگ به سراغش آمد. ادیب الممالک در انواع شعر و به ویژه در قصیده سازی بسیار تواناست. در شیوه سخن سرایی پیرو استادان قدیم است. دوره تجدید حیات ادبی که از نشاط اصفهانی و سبای کاشانی آغاز شد به او ختم می شود. کلونل علی نقی خان وزیری برای یکی از مسمتهایش پیام به سیروس آهنگی مارشگونه ساخت، مسمتی که از ساده ترین و شیواترین اشعار اوست.
ز راه کرم ای نسیم سحرگاه سوی پارسا گرد و بگذر از این راه. به سیروس از ما بگو کای شهنشاه، چرا گشتی از حال این ملک غافل؟ تو بودی که لشکر به قفقاز راندی، ز ارمینیه تا به اهواز راندی، ز شط العرب تا به شیراز راندی، خراسان و ری وصل کردی به بابل. دریغا که اقلیم سیروس و دارا فتاده است در بحر غم آشکارا. تو ای ناخدا همتی کن خدا را، مگر کشتی ما برد ره به ساحل. چو ویرانه شد ملک کی کشور جم، ز علم و هنر باید افراشت پرچم. ز همت کمر ساخت از عدل خاتم، ز تقوا کلاه و ز دانش حمایل. علی بوالممالک حتی پس از انقلاب مشروطیت، یعنی زمانی که به کشمکش‌های سیاسی و مطبوعاتی افتاد و میدان تازه‌ای برای فعالیت یافت، صفت اصلی شعرش یعنی قصیده سرایی را از دست نداد. او در این دوره مردی آزادی خواه و متجدد است. طلوع انقلاب را می ستاید، از گشایش مجلس استقبال می کند، اصول قدیمی را به باد انتقاد می گیرد، می کوشد میهن پرستی را در ملت رسوخ دهد و با شور و احساسات از وضع رقتبار دهقانان ایران سخن می گوید. اما گویی پیکره و ساختمان شعر او طوریست که آمادگی هضم و تحلیل معانی و مضامین جدید را ندارد. اگر نه زیباترین، بیگمان یکی از بهترین اشعارش مصمتی است که نخستین بار به سال 1320 هجری قمری در روزنامه ادب چاپ مشهد منتشر شد. برخیز برخیز شتربانا، بربند کجاوه، کس چرخ عیان گشت همی رایت کاوه. از شاخ شجر برخاست آوای چکاوه، و از طول سفر حسرت من گشت علاوه. بگذر به شتاب اندر از رود سماوه، در دیده من بنگر دریاچه صافه، و سینه ام آتشکده پارس نمودار. ماییم که از پادشهان باج گرفتیم، زان پس که از ایشان کمر و تاج گرفتیم. دیهیم و سریر از گوهر و آج گرفتیم، اموال و ذخایرشان تاراج گرفتیم، و از پیکرشان دیبه و دیباج گرفتیم. ماییم که از دریا امواج گرفتیم، و اندیشه نکردیم ز طوفان و ز تیار. در چین و ختن ولوله از هیبت ما بود، در مصر و عدن قلقله از شوکت ما بود، در اندلس و روم عیان قدرت ما بود، قرناطه و اشبیلیه در طاعت ما بود، صقلیه نهان در کنف رایت ما بود، فرمان همایون قضا آیت ما بود، جاری به زمین و فلک و ثابت و سیار. خاک عرب از مشرق اقصا گذراندی، و از ناحیه غرب به افریقی راندیم، دریای شمالی را بر شرق نشاندیم، و از بحر جنوبی به فلک گرد فشاندیم. هند از کف هندو، ختن از ترک ستاندیم، ماییم که از خاک بر افلاک رساندیم، نام هنر و رسم کرم را به سزاوار. امروز گرفتار غم و محنت و رنجیم، در داو فره باختن در شش و پنجیم، با ناله و افسوس در این دیر سپنجیم، چون زلف عروسان همه در چین و شکنجیم، هم سوخت کاشانه و هم باخت گنجیم. ماییم که در سوگ و طرب قافیه سنجیم.
جغدیم به ویرانه هزاریم به گلزار. ماهت به محاق اندر و شاهت به قرین شد، باز باغ تو ریحان و سپرغم سپری شد. انده ز سفر آمد و شادی سفری شد، دیوانه به دیوان تو گستاخ و جری شد. وان اهرمن شوم به خرگاه پری شد، پیراهن نسرین تن گلبرگ تری شد. آلوده به خون دل و چاک از ستم خار، مرغان بساتین را منقار بریدند، اوراق ریاحین را تومار دریدند، گاوان شکم خاره به گلزار چریدند، گرگان ز پی یوسف بسیار دویدند، تا عاقبت او را سوی بازار کشیدند. یاران بفروختندش و اغیار خریدند، آوخ ز فروشنده دریغا ز خریدار. افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، و سوزش تب پیکرمان تاب گرفته، رخسار هنر گونه مهتاب گرفته، چشمان خرد پرده ز خوناب گرفته، ثروت شده بیمایه و صحت شده بیمار. ابری شده بالا و گرفته است فضا را، و از دود و شرر تیره نموده است هوا را. آتش زده سکان زمین را و سما را، سوزانده به چرخ اختر و در خاک گیا را. ای واسطه ی رحمت حق بحر خدا را، زین خاک بگردان ره طوفان بلا را، بشکاف زهم سینه این ابر شرربار. برخیز شتربانا بربند کجابه، کس چرخ عیان گشت همی رایت کافه.